گلاسیا سلام، امروز میخوام یه فیلم ترسناک و تریلر خفن به اسم You Are Next یا نفر بعدی توی رو ببینیم. این فیلم محصول سال 2011 هست و به کارگردانی ادم وینگارد نمره 6.5 از 10 IMDb رو به خودش اختصاص داده. حواستون به صحنه‌های خشن و اسپویل کامل فیلم هم باشه و یادتون نره حتما توی کانال سابسکرایب کنید چون براتون هزینه نداره ولی آینده کاری کانال من رو می‌سازه. راستی رفقا حتما اینستاگرام کانال رو با آیدی گلاسیا مووی دنبال کنید چون آخر این ماه یه مسابقه با جایزه خفن داریم و توی پست اینستاگرام اطلاع رسانی میشه. فیلم با نمایش مردی به اسم اریک شروع میشه که بعد از رابطه جنسی با دوست دخترش میره همون. دوست دخترش هم یه آهنگ میذاره و یه دفعه متوجه صدای عجیبی از خونه میشه. وقتی میره تا چک کنه که صدای چیه، یه قاتل با ماسک بهش حمله میکنه. اریک از همون میاد بیرون و با دیدن خونه روی دیوار وحشت میکنه. روی دیوار با خون نوشته شده نفر بعدی توی. وقتی میفهمه این خون برای دوست دخترشه که به قتل رسیده، ترسش هزار برابر میشه. همین لحظه قاتل به اریک هم حمله میکنه و به سکانس بعدی میریم. زن و شوهری به اسم پاول و آدری دارن با ماشین به خونه خارج از شهرشون میرن. من توی این فیلم پدر و مادر صداشون میکنم تا قاطی نکنید. این پدر و مادر همه بچه هاشون رو با پارتنراشون دعوت کردن تا بعد مدت ها دور هم جمع شن و خوش بگذرونن. وقتی به خونه میرسن، پدر متوجه میشه در ورودی خونه قفل نشده، اما شکی نمیکنه و میگه حتما نظافتچی بار آخر قفلش نکرده. سکانس بعدی پسر این خانواده یعنی کریسپیان رو میبینیم که همراه با دوست دخترش ایرن دارن به سمت همین خونه حرکت میکنن. ایرن خیلی خوشحاله که قرار خانواده دوست پسرش رو ببینه و زوج خوشبختی ان کلا. میریم به خونه، جایی که مادر در حال تمیز کردن خونه و آماده کردنش برای دور همیه. یه رفع صدایی از طبقه بالا میاد و پدر تصمیم میگیره بره بالا رو چک کنه. مادرم میره بیرون تا اگه چیزی بود نترسه. پدر میگه هر کی هستی بیا بیرون و با استرس همه جای خونه رو چک میکنه اما چیزی نمیبینه. این دفعه صدای افتادن چیزی از آخرین اتاق خونه میاد و پدر به آرومی میره سمتش. اما قبل از اینکه بازش کنه، یه دفعه پسر خودش کریسپیان رو پشت در میبینه و از ترس پراش میریزه. اما وقتی میفهمه صدای پسرش بوده، خیالش راحت میشه. دیگه اتاق آخر رو چک نمیکنه و با هم میرن پایین. اینجاست که میبینیم در همین اتاق با آرومی باز میشه و یعنی یه نفر داخلشه. طبقه پایین رو میبینیم. پدر و مادر کریسپیان با خوشحالی از دوست دخترش استقبال میکنن و کلی تحویلش میگیرن. بعدم هر چهارتاشون به اتاق خواب میرن تا استراحت کنن. روز بعدی میرسه. کریسپیان از اتاقش میاد بیرون. برادرش درک هم به همراه همسرش کلی به خونه رسیدن. درک و کریسپیان خیلی با هم سعی میان و هر دو مثل بچگیشون با هم بازی میکنن. ایرن هم میاد و بعد از احوال پرسی و آشنایی با برادر دوست پسرش به پیش مادر خانواده میره تا ببینه اگه کاری هست کمکش کنه. مادرم میگه کاری ندارم، فقط برو از همسرمون بپرس اگه شیر دارن یکم برای صبحونه بگیر. اسم همسایه‌شون چیه؟ اریک. یعنی همون کسی که اول فیلم دیدیم به همراه دوست دخترش کشته شد. واضحه که ایرن هر چی زنگ میزنه کسی جوابشو نمیده و به خونه برمیگرده. طرفای شب دو تا بچه دیگه خانواده هم سر میرسن. امی دختر خانواده به همراه دوست پسرش تاریخ، فیلیکس هم پسر دیگه خانواده به همراه دوست دخترش زی. حالا همه اعضای خانواده با هم خوشو بش میکنن و میرن داخل تا آماده شام بشن. خواهر برادر خیلی وقت همون ندیدن و پارتنراشون هم حسابی در تلاشن همدیگه رو بشناسن و تو دل پدر و مادر هم جا باز کنن. سر میز شام بحث کار و زندگی میاد وسط. وقتی کریسپیان از شرایط کاری خودش میگه، درک بهش تیکه میندازه و جر و بحث بینشون شکل میگیره. واضحه که درک همیشه کریسپیان رو ضایع میکنه و اونو دست پایین میگیره. برای همینم همیشه با هم دعواهایی دارن. وسط همین بحثا تارق قلافه به چیزی از بیرون توجهش رو جلب میکنه. برای چک کردنش از جاش بلند میشه و جلوی پنجره میره و در کمال وحشت یه رفع تیر کمونی به چشمش شلیک میشه و جلوی چشم همه اعضای خانواده به شکل وحشیانه به قتل میرسه. از اینجا مهمونی خوشی که خانواده کنار هم گرفته بودن تبدیل به کابوس هولناک میشه و همه با جیغ و داد به این ور اونور میرن تا پناه بگیرن. مادر خانواده هنوز توی شوک و وقتی درک متوجهش میشه، سری میدوه تا اونو از تیررس قاتلا نجات بده که با این کار خودش مورد حسابات قرار میگیره. همه یه گوشه پناه میگیرن. وقتی سعی میکنن با پلیس تماس بگیرن، متوجه میشن آنتن گوشیاش هم رفته و هر کسی بهشون حمله کرده با دستگاهی توی آنتن دستگاهی ارتباطی اختلال ایجاد کرده. کسایی که بیرون خونه هستن همینطوری دارن شلیک میکنن و فضای وحشتناک توی خونه حاکم شده. اینجاست که دوست دختر کریسپیان یعنی ایرن شروع به کنترل اوضاع میکنه. اون به هر کسی میگه کجا پناه بگیر و با یه برنامه خفن موفق میشه همه اعضای خانواده رو به طرف دیگه اتاق ببره تا از دید قاتلا در امان باشن. وقتی همه موفق میشن با استفاده از صندلی به عنوان سپر به طرف دیگه خونه برن، به دوست دختر درک یعنی کلی میگه مراقب درک باشه و با فشار روی جای تیر از خونریزی زیادش جلوگیری بکنه. وقتی یکم شرایط آروم میشه، پسر دیگه خانواده یعنی فیلیکس پیشنهاد میده یه نفر که از همه سریعتره بدو بره سوار ماشین شه و فرار کنه، بلکه بتونه براشون کمک بیاره. دوباره بحث بین همه شکل میگیره چون هیچکس حاضر نیست این کارو کنه تا در آخر دختر خانواده یعنی ایمی که همون اول از همه دوست پسرش کشته شد تصمیم میگیره این کارو انجام بده. اونا برنامه میریزن که فیلیکس سر باز کنه و ایمی با سرعت بدو بیرون چون اینطوری قاتل توقع نداره و تا بخواد بهش شلیک بکنه ایمی سوار ماشینش شده. نقشه رو انجام میدن و با باز شدن در ایمی با نهایت سرعتش میدوه، اما همین که به در ورودی میرسه رگ گردنش بریده میشه و جونش رو جلوی پدر و مادرش از دست میده. اینجا میفهمیم قاتل خیلی زرنگ و از قبل سیم بوکسر جلوی در ورودی کشیده که هر کس خواست فرار بکنه بهش گیر کنه و بمیره. وحشت همه چندین برابر میشه. بازم ایرن که حالا میدونیم خیلی دختر
خفنی اوضاع رو آروم میکنه و با یه برنامه همه در و پنجره ها رو قفل میکنه تا هیچ کس سطحونه بیاد تو. بعدم به شماره امداد در 911 پیامکی میفرسته. وقتی ازش میپرسن چرا این کارو کردی، میگه خیلی از ایستگاه پلیس سیستمی دارن که اگه براشون پیام بره سریع به محل اعزام میشن، کافیه یه خط آنتن فقط برگرده. پسر دیگه خانواده هم یعنی کریسپیان از دیدن اینکه دوست دخترش ایرن انقدر تو همچین شرایطی به خودش مسلطه خیلی تعجب کرده. چند لحظه بعد مادر خانواده به خاطر این همه شوک و دیدن کشته شدن دختر عزیزش دچار حمله عصبی میشه و پدر خانواده اونو به اتاقش میبره تا یکم استراحت کنه. بی خبر از اینکه بعد بیرون رفتن پدر از اتاق، قاتل دیگه ای که از اول تو اتاق قایم شده بود خودش رو نشون میده و به شکل وحشیانه مادر رو روی تخت به قتل میرسونه. با صدای جیغ مادر همه با ترس به طبقه بالا میرن و میبینن که مادر خانواده سلاخی شده و قاتل با خونش روی دیوار نوشته شما نفر بعدی هستید. همه دوباره شوکه شدن و بازم ایرن متوجه باز بودن پنجره آشپزخونه میشه. اون سری میدوه تا ببندتش اما یه رفعه یه نفر موهاش از بیرون خونه میگیره. جدالی شکل میگیره اما ایرن یه چاقو برمی داره. با یه ضربه دست قاتلی که ماسک داره رو به دیوار میچسبونه و سری سلاح دیگه برای دفاع از خودش برمی داره. میرین طبقه بالا. پدر خانواده بعد دیدن بدن سلاخی شده همسرش دچار شوک عصبی شده و هیچ کاری غیر گریه نمیتونه انجام بده. بچه‌ها اونو سری از اتاق بیرون میبرن یه گوشه میشوننش، در حالی که دوست دختر درک یعنی کلی توی اتاق میمونه تا روی جنازه مادر پارچه‌ای بندازه که حال بقیه بد نشه. کلی تنهاست با شنیدن یه صدا زیر تخت نگاه میکنه. قاتل مادر با ماسکش اونجاست و همین لحظه کلی با وحشت میبینتش. دختر کورکوپر براش نمیمونه و بدون فکر کردن به هیچی پا به فرار میذاره و از خونه بیرون میاد. فقط حواسش هست که سرش به سیم بوکسل جلوی در گیر نکنه. یکی دیگه از قاتلا که بیرون خونه است دنبال دختر میفته تا بکشتش. اون با وحشت به خونه همسایه‌شون یعنی همون اریک میرسه. با دیدن اریک روی موب شروع به کوبیدن به شیشه و جیغ‌زدن برای کمک میکنه که همین لحظه قاتل بهش میرسه و با یه مشت پرتش میکنه تو خونه. این لحظه کلی میفهمه همسایه‌شون هم به شکل حال به همزنی کشته شده. قاتل میاد تو و بالا سر کلی وامیسته. بدون مکس تبرش رو میبره بالا و توی صورت کلی فرو میاره و اونم میکشه. برمیگردیم به خونه. حالا که کلی هم به قتل رسیده، ایرن از دوست دختر فیلکس یعنی زی میخواد که روی زخم درک رو نگه داره تا خونه بیشتری از دست نده. در حالی که کریسپیان از خونه میره بیرون تا ماشین رو بیاره و همه با هم سوار شن تا فرار کنن. ایرن بازم پیشش کار میفته و میگه قطعاً قاتلی که کلی دیده بود هنوز توی خونه است. برای همین درک زخمی رو گوشه قایم میکنه و ایرن مشغول با آماده کردن خودش برای مبارزه با قاتلا میشه. اون اول میره آشپزخونه و قابلمه پر آب رو روی گاز میذاره تا از آب جوش برای دفاع استفاده کنه. بعد یه سری چاقو و ساتور برمی‌داره اما وقتی که داره با عجله به سمت دیگه اتاق میره، یه نفر قاتل روانی بهش حمله میکنه. ایرن میفته زمین و قاتل وارد خونه میشه. ایرن با چشمای وحشت زدهش میبینه که بدن بیجون کلی رو هم با خودش آورده و داخل خونه پرت میکنه. قبل از اینکه قاتل بتونه با تبرش ایرن رو بکشه، دختر خفن یه دفعه به خودش میاره. با استفاده از وسایلی که برداشته به پای مرد ماسک دار یه ضربه میزنه و بعد با استفاده از وسیله کنارش جمجمه طرفو میشکنه و خودش رو نجات میده. فیلیکس و زی از طرفی با دیدن این کار ایرن خیلی شوکه میشن. ایرن ماسک قاتل رو برمی‌داره اما هیچ گروه نمیشناسنش و هنوز نمیدونن چرا مورد حمله قرار گرفتن. طبقه بالا پدر خانواده بالاخره میره تا اتاقی که اول میخواست چک کنه رو ببینه. با دیدن یه سری بطری آب و خوراکی میفهمه کسی که اینجا قایم شده مدت هاست برنامه ریخته و خیلی وقت خودش اینجا حبس کرده. همین لحظه برق خونه میره و وقتی پدر به پسرش فیلکس و دوست دختر زی میرسه، سر چیزی که فهمیده رو بهشون میگه. وسط حرفش راجع به اینکه قاتلا خیلی وقت ما رو زیر نظر دارن، یه دفعه مرد ماسک دار دیگه ای از پشت بهش حمله میکنه و جلوی چشم پسرش رگ گردن پدر رو میزنه. خون پدر رو صورت فیلکس میریزه و همین لحظه است که یه شوک عجیب به ما وارد میشه. بعد از مردن پدر، فیلکس و زی به آرومی با قاتل شروع به حرف زدن میکنن. فیلکس میگه حالا مگه مجبوری جلوی من بکشیش؟ میفهمیم این قاتلا با فیلکس و زی آشنایی کامل دارن. بیرون طبقه پایین یکی دیگه از ماسک دارا به ایرن حمله میکنه. دختر با هرچی دور برشه از خودش دفاع میکنه و جنگی بینشونه که همین لحظه درک زخمی از جاش بلند میشه و به وسط دعواشون میاد. ماسک دار میره سمت درک تا بکشتش اما ایرن از پشت بهش حمله میکنه و با فرو کردن یه پیشگوشتی به گردنش اونو وادار به فرار از خونه میکنه. درک حالش داغونه و از ایرن راجع به دوست دخترش کلی سوال میکنه اما ایرن بهش حقیقت راجع به کشته شدن کلی نمیگه. فیلیکس و زی که حالا میدونیم با قاتلان به طبقه پایین میان. ایرن ازشون میپرسه که حال پدر چطوره و اونام بهش الکی میگن خوبه. بعد هر چهار نفر شروع به گشتن دنبال سلاح برای دفاع از خودشون میکنن. ایرن هم خیلی سعی رو بدن کلی پارچه میندازه تا یه موقع درک نبینتش و حالش بدتر نشه. همینطور یه تله هم درست میکنه تا اگه قاتل بعدی خواست از در وارد بشه توسط این تله به قتل برسه. اون تعداد زیادی میخ رو به چوب میکوبه و جلوی پنجره میذاره. زی از ایرن میپرسه چجوری این همه کارهای خفن بلدی و ایرن هم جواب میده من تو محلهای بدی بزرگ شدم. پدرم هم همیشه سعی میکرد بهم دفاع شخصی و این کارا رو یاد بره تا یه موقع بهم آسیبی نرسه. فیلکس و درک به زیرزمین رفتن تا سلاح پیدا کنن و فیلکس نامرد یه دفعه درک میگه دوست دخترت کشته شده. حالا درک داغون میشه و میزنه زیر گریه و فیلکس از فرصت استفاده میکنه تا به طرز وحشتناکی برادر خودش رو به قتل برسونه. توی پذیرایی هم زی در تلاش یه جور ایرن رو یواشکی بکشه اما موف
موفق نمیشه. وقتی ایرن به طبقه بالا میره تا به پدر دوست پسرش سر بزنه، بدن بیجون اونو میبینه. قاتلی که بالا قایم شده بود از پشت نزدیک ایرن میشه تا اونم بکشه، اما دختر که زرنگ‌تر از این حرفاست از پنجره میپره بیرون، با اینکه پاش به شدت آسیب ببینه به سمت جنگل فرار میکنه. تو اولین فرصت تیک شیشه ای که توی رون پاش فرو رفته رو در میاره. ایرن حالا به خاطر پاش اصلا نمیتونه بود، همین که مرد ماستر دوباره پیداش میشه تصمیم میگیره به داخل خونه برگره تا از خودش دفاع بکنه. سری قسمتی از خونه قایم میشه و قاتل هم به پنجره میرسه. قبل اینکه بیاد تو، یکی از تله هایی که ایرن با چوب و میخ درست کرده بود رو میبینه. به خیال خودش سعی میکنه پاشو نزدیک دیوار بذاره، غافل از اینکه ایرن فکر همه جا رو کرده بود و تعداد میخ توی کف پاش فرو میره و به شدت آسیب میبینه. فیلکس و زی با شنیدن صدای مرد مجروح سری میان پایین و شروع به دعوا باهاش میکنن. فیلکس خیلی عصبیه که قاتلایی که استخدام کرده توسط یه دختر دارن کشته میشن، برای همین کلی با این قاتل زخمی بحث میکنه. ایرن هم که گوشه قایم شده بود حالا همه حرفا رو میشنوه و میفهمه این دو نفر پشت همه چی وایستادن. از صحبتاشون هم متوجه میشه فیلکس همه این کار رو انجام داره تا بگه خانواده‌اش توی حادثه وحشتناک به قتل رسیدن و اینطوری تنها وارث همه چیز پدر و مادرش بشه. از شانس بعد ایرن پیامی که به پلیس فرستاده بود همین لحظه سم میشه و صدای گوشیش به گوش بقیه میرسه. مرد ماستر با آرومی نزدیک محل قایم شدن ایرن میشه، اما دختر با یه ضربه به ایش سری فرار میکنه. از خونه میره بیرون، اما از پنجره دیگه یواشکی به اتاق دیگه خونه وارد میشه. مرد ماستر دنبال ایرن میگرده و وقتی به همون پنجره میرسه، دختر با چاقویی به سرش ضربه میزنه و اونو درجا میکشه. حالا فقط یکی از قاتل باقی مونده. ایرن تبرکی که کش رو برمی‌داره، به داخل خونه میره و تله دیگه درست میکنه تا هر کس درو باز کرد، تبر به مغزش فرو بیاد و بکشتش. فیلکس میفهمه که ایرن همه کسایی که استخدام کرده غیر از یکی رو کشته و با عصبانیت تیرکمون قاتلا رو برمی‌داره تا به دست خودش ایرن رو بکشه. ایرن به زیر زمین میره، همه چراغا رو خورد میکنه و توی تاریکی منتظر میمونه. وقتی قاتل آخر به زیر زمین میاد تا بکشتش، ایرن با استفاده از دوربینی که پیدا کرده فلشی مستقیم به چشم قاتل میندازه و وقتی گیج میشه جمجمه طرفو با یه تیکه چوب خورد میکنه. ایرن میاد بالا و فیلکس منتظرشه به سمت شلیک میکنه، اما تیرش خطا میره. حالا که فهمیده پیام ایرن هم ارسال شده و پلیسا تو راهن، سری میدوه سمت ماشینش تا دستگاه قطع سیگنالش از کار بندازه و یه موقع پای خودش گیر نیفته. این در حالی که دوست دختر زی از پشت به ایرن حمله میکنه و دعوای بینشون شکل میگیره. فیلکس هم به داخل خونه برمیگره و تو آشپزخونه قاطی دعواشون میشه. ایرن قابلمه آبی که گذاشته بود سمت فیلکس میریزه، اما گاز خاموش شده و آب جوش نیست. این جلوی کارشو نمیگیره و با لگد زدن به در آسیبی به فیلکس میرسونه و اونو بیهوش میکنه. زی هم از فرصت استفاده میکنه و دست ایرن رو محکم گاز میگیره. ایرن هم با مایتابه میکوبه تو سرش و وسط همین دعوا فیلکس دوباره از جاش بلند میشه. مرد عوضی چاقوی کنارش به کمر ایرن فرو میکنه. ایرن بازم کم نمیاره و مخروطخوری که کنارش رو به سر فیلکس میکوبه. بعد دستگاه به برق میزنه و مخروطخونه روی سر فیلکس میذاره که اینطوری مغز مرد کلا سوراخ میکنه و میکشتش. بعدم چاقویی که به کمر خودش فرو رفته رو در میاره و با همون به سر زی میکوبه و اونم میکشه. دختر زخمی داغون وسط آشپزخونه نشسته که تلفن فیلکس زنگ میخوره. بدون هیچ صحبتی تلفن رو جواب میده که آخرین شوک داستان بهش وارد میشه. اونور تلفن صدای دوست پسر خودش رو میشنوه. کریسپیان با استرس میپرسه چی شد، قضیه رو تموم کردید؟ اینجاست که ایرن میفهمه دوست پسر خودش هم توی این قضیه سهیم بود و میخواسته با کشتن خانواده‌اش ارثشون رو با فیلکس تقسیم بکنه. برای همینم وقتی رفتش تا ماشین رو بیاره دیگه برنگشت. کریسپیان به خونه برمیگره و با دیدن ایرن که تلفن فیلکس رو نگه داشته متوجه میشه همه چیز رو لو داده. کریسپیان سعی میکنه خودش رو توجیه کنه و میگه من نمیخواستم به تو آسیب برسه، فقط قرار بود پدر و مادرم کشته بشن. میگه قرار بود تو زنده بمونی تا به عنوان شاهد این اتفاق همه چیز رو به پلیس بگو، به ما هیچ شکی نکنن. بعدم میگه الان فقط من و تو زنده ایم، همه چیز به من و تو میرسه و تا ابد میتونیم با هم خوشحال باشیم، بیا از اینجا فرار کنیم. ایرن تمام این مدت به کریسپیان زور زد و هیچ حرفی نمیزنه تا یه دفعه بدون هیچ تردیدی چاقویی رو به گردن دوست پسرش فرو میکنه و اونم میکشه. همین لحظه نیروی پلیس سر میرسه و با دیدن این قتل از پنجره به شونه ایرن شلیک میکنه. حالا مأمور فکر میکنه ایرن قاتل اصلی و سعی درخواست نیروی کمکی میکنه. بعد میره سمت در تا وارد شه و هرچی ایرن سعی میکنه جلوشو بگیره اون در رو باز میکنه. همینم کافیه تا تلهی که ایرن ساخته بود فرو بیاد و مغز پلیس رو در جا متلاشی کنه. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم یو آر نکست یه اسلشر پر از هیجان و استرس راجع به اینه که طمع بچه‌ها برای ارث میتونه به چه کسافتکاریایی برسه. آسیبایی که شاید از بچگی بین برادر و خواهر شکل بگیره و در آخر به یه شکل خیلی وحشتناکی خودش نشون بده. از طرف جالب برای یه بارم که شده شخصیت اصلی فیلم ترسناکمون رو باهوش ببینیم. دختری که از پس هر گونه تهدیدی به تنهایی میتونه بر بیاد. رفقا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گیر.